سهم مردم از ثروت ایران. سهم شما چقدره و کجا خرج میشه؟ باور عمومی رایج وجود داره که ایران کشور ثروتمندیه، اما منابع و منافعش در اختیار یک عده خاص قرار داره. عده‌ای که یا خودشون در قدرت قرار دارن یا به نحوی متصل به قدرت حاکم هستند. در شرایط ویژه ایران حساب و کتاب این که دقیقاً چقدر درآمد وجود داره و مشخصاً کجاها و چطور خرج میشه سخت و حتی در برخی موارد غیر ممکنه. اما اینو تقریبا از هر شهروند ایرانی میشه شنید که سهمش داره جای دیگه یا توسط شخص دیگه ای مصرف میشه، مثلا سهمش از درآمد نفتی ایران 2 میلیون میرسه، ولی نمیدن که به خاطر اینکه آقازاده ها هستن زحمتشون میکشن. درآمد نفتی ماهیانه به هر کی بخواد برسه. خب بخوایم تقسیم کنیم برای هر نفر پول نقد به مردم بدیم، منظورتون اینه؟ از درآمد الان هم بیشتر میشه. ولی خب دولت مردای ما واقعا تقسیم میکنن؟ اگه یک ماه فروش نفت رو به مردم ایران بدن دیگه اصلا هیچ بی‌نیازی تو ایران پیدا نمیشه. هیچ بی‌نیازی. بر منکرش لعنت. ماهیانه حداقل باید 3 میلیون 4 میلیون بدن دیگه بر ایران دیگه. ماهی 5 شما 5 میلیون نفری 1 میلیون دلار سرمشون میشه. ماشاءالله دیگه اصلا قابل شمارش نیست. 100 میلیون 200 میلیون راحت میشه بر ایران. والا بیشتر 100 میلیون هم بیشتر نفری ماهی 150 میلیون. جهت امنیت کشور میبرن جای دیگه خرج میکنن که اونجا هم مفت میخورن، بعد میگن ایران اینجوری اونجوری. باش چیکار میکنن؟ خیلی کار هست آدم بخواد بکنه. برای پدرم یه باغ میخرم، شاید هم چند ماه جمع کنم وسیله نقلیه بگیرم. اگه هر ماه باشه میرم میگردم کل دنیا رو میگردم، خرج میکنم، سفر میرم، خیلی عیونی زندگی میکنم. احتیاجی به کار نیست که مثل کشورهای مثل دبی که دیوانا میان براشون کار میکنن و اونا فقط پول میشمارن، ما هم همینجوری زندگی. حالا امشب میخوایم این سوالات رو با شما مطرح کنیم. سهم مردم از ثروت ایران چقدر و کجا صرف میشه؟ سران جمهوری اسلامی چه سهمی از دارایی ها و ثروت ایران میبرند؟ اجازه بدید یک مرور کوتاه هم داشته باشیم بر راه‌های تماس. 202-205-2654 شماره تماس برنامه روی خطه. ضمن اینکه میتونید از طریق اسکایپ هم با ما تماس بگیرید و یا اینکه به فیسبوک یا اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا برید، اونجا میتونید کامنت بذارید. هنوز فرصت هست در پست‌هایی که مرتبط با برنامه امشب و در توییتر هم امکان ریپلای زدن برای شما وجود داره. ضمن اینکه اگر تلگرام دارید یک راه ساده برای شما در نظر گرفتیم. صدای آمریکا فقط و فقط یک آیدی تلگرامی داره، اونم سند وی او ای هست. شما اگر سند وی او ای رو همین آدرس که در تصویر میبینید جستجو کنید تا 9 شب میتونید برای روی خط فایل صوتی و تصویری بفرستید. بعد از اون دیگه فقط میشه که نوشتاری در بحث مشارکت کنید. من بهروز صمد بیگی هستم همراه شما در برنامه روی خط. بله، برنامه رو با آقای آرمان از قم شروع میکنیم. آقای آرمان سلام، شما فکر میکنید که سهم شما به عنوان یک شهروند ایران از درآمدها و منافع کشور ایران آیا پرداخت شده، پرداخت میشه و یا هیچ دورنمایی وجود داره که پرداخت بشه یا خیر؟ بروزان درود بفرمایید. زهر قشنگ توی ایالات متحده آمریکا به خیر باشه. بروز عزیز فرمودید سهم شما از ثروت ایران، من خیلی دارم فکر میکنم که بعد انقلاب خیلی سهم ها به من رسید و به مردم ایران رسید. سهم ما از ثروت ایران، از پول نفت و گاز و غیره، قصه و غم و ماتم بود.
که بهمون رسید تورم بود، گرونی بود، بیکاری بود، فحشا بود، اینا سهم ما بود بعد از انقلابی که انجام شد و به اسم مردم، انقلاب مردمی، انقلاب جمهوری اسلامی، این سهم ها رو بین مردم تقسیم کردن. به قول شاعر میگه به نام عشق و آزادی به غم این خلق میخوردن، ولی با دست خود ما را به قربانگاه میبردن و ما خبر نداشتیم. این سهم ما بود از ثروت ملی ایران، از پول نفت، از پول گاز و غیره. ما دومین صادر کننده نفت و اولین صادر کننده گاز دنیا هستیم. هیچ کس هم نمیتونه منکرش باشه. منابع زیرزمینی که در اختیار داریم به وفور که اصلا نمیشه ازش اس برد. در بین همه اینها، حالا شما کلیپی رو پخش کردید، بعضی از مردم گفتن نم 150 میلیون بدن، 100 میلیون بدن، 5 میلیون بدن، ما مثل کویت بشیم. ولی من میخوام این رو بگم، مردم ایران مردم غیرتمندی هستند. مردم ایران مردمی نیستن که فقط بخورن و بخوابن. این رو از دولت نمیخواند هیچ کدوم از مردم ایران. مردم ایران میخوان حقشون رو بگیرند، در ازاش برای کشور خدمت کنند و این کار رو انجام میدن. ایرانی با غیرت، ایرانی در طول تاریخ ثابت کرده که همیشه با غیرت بوده و با غیرت برای وطن خودش تا پای جونش و دادن خونش ایستاده و ایستادگی کرده. این دو مسئولین ما درک نکردن. جناب آقای صمد بگی. آقای آرمان، یه سوالی وجود داره. حالا بغیر از ایام انتخابات که خب وعده های زیادی داده میشه مبنی بر اینکه ایران خیلی پتانسیل داره، مثلا نمیدونم گردشگریش میتونه اینقدر کار ایجاد کنه، منابع دیگرش میتونه تبدیل به منبع درآمد بشه، اما از اون دوره که بگذریم بعد هر موقع که بحث مشکل میشه میگن که منابع ما محدوده. مثلا آقای وزیر بهداشت میگه که مثلا همینی که هست همینقدر داریم، باید همینقدر خرج کنیم. فلانی میگه که ایران ارزون ترین بنزین دنیا رو داره، پس نباید متوقع باشید فلان خدمات به شما داده بشه. شاید نمیدونم، شاید واقعا ایران کشور ثروتمندی نیست، اما شما یه فهرستی گفتید از این که به اعتقاد شما ایران رو در ردیف کشورهای ثروتمند قرار میده. پس این پول کجا میره؟ بروز جان، من یه مثالی بزنم، نمیدونم شما متأهل هستید یا خیر. شما ببین، پدر یک خانواده‌ای هستی، دو نفره، مثال میزنم، با همسرتون مجموعا میشید چهار نفر. خب 2 میلیون در ماه مثلا حقوق شما میگیری، نفری 500,000 تومان باید خرج زندگی بشه و خرج بچه‌ات بشه. حالا شما بیا یک کشور یا یک پدری رو حساب کن، ببخشید، یک پدری رو حساب کن که این پدر غیر بچه‌های خودش خرج بچه‌های دیگر هم میده. شما حساب کن خرج مثلا 10 تا بچه، 12 تا بچه متفرقه رو میده با همون پول. آیا واقعا از پس این کار برمیاد این پدر؟ بروز جان، خرج سوریه رو شما فکر کی میده؟ خرج جنگ یمن رو کی میده؟ جناب آقای حسن نصرالله یک کلیپی، همه ایرانی ها دیدن این کلیپ رو، اومد به عربی گفت، زیرش زیرنویس شد، گفت آقا جون ما تمام خرج و مخارج و پول و همه چیزمون رو جمهوری اسلامی ایران میده، ولاغ خلاص. با همین لحنم گفت، همه ایرانی ها دیدن. خرج جنوب لبنان رو ما داریم میدیم، خرج عراق رو ما داریم میدیم. شما تو 40 میلیاردی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده برای مراسم عربه، این که به دنیا مثلا بگه بله مردم ما اینجورن، مردم ما فلانن، مردم ما بسارن. خب غیر از این بدون شما، خیلی پول توی ایران حروم و حرج شد، خیلی پولا به خاطر نامدیریتی جن آقایون محترم همه از بین رفت، همه پایمال شد. نمونه کوچیکش مونوریلی که زمان آقای احمدی‌نژاد تو قم سرپا شد. نمیدونم شما درباره مونوریل قم چیزی شنیدی یا نه. اومدن وسط رودخونه قم با یک هزینه تریلیارد تومانی مونوریل بزنن، فقط ستوناشو زدن، بعد تموم شد دیگه. حرم اومد گفتش من نمیذارم اینجا رد بشه. روحانیت محترم قم، من نمیخوام حرفای زش بزنم، ولی من با اینا خیلی مشکل دارم، فقط چون برنامه شما برنامه فرهنگی، من نمیخوام کلمات بد به کار ببرم. روحانیت محترم قم اومد گفت ما نمیذاریم این مونوریل از جلوی حرم رد بشه، توهین به حرم فلان. این پول اینجا خوابید، این پول بیت المال اینجا خوابید. شما حساب کن چه هزینه تریلیاردی اونجا خرج شد. جاهای دیگه هم همچنین. بله منابع محدود بروز جان، ولی برای من، برای ایرانی پایین دست، نه برای بالا دستی ها، نه برای خودشون، نه برای آقازاده ها. اگر ممنونم آقای آرمان، ببخشید صحبتتون نیم تمام بود، اما میخوام خورده سرعت بدیم به برنامه. ممنون از حضورتون. بریم همین ابتدا یه فایل صوتی بشنویم، برمیگردیم با سرعت بیشتری هم به اسکایپ میرسیم هم به تماس تلفنی.
متاسفانه عملکرد جمهوری اسلامی به گونه ای هستش که تمام ثروت و منابع کشور رو خرج گسترش ایدئولوژی مذهبی خودش میکنه، خرج گسترش نفوذ مخربش در کشورهای منطقه میکنه با حمایت از شبه نظامیانی که تحت فرمان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند، حزب الله، حماس، حشد الشعبی، حوثی های یمن و غیره، و طوری هستش که مردم ایران میشه گفت تقریبا هیچ سهمی از ثروت کشور ندارن. تمام اینها یا در حساب های افراد حکومتی در خارج از کشور اندوخته شده یا توسط بسیاری از آقازاده ها به خارج از کشور انتقال داده شده، و یا اینکه همون صرف گسترش ایدئولوژی رژیم شده. با آقای علی از ترکیه میخوایم برنامه رو ادامه بدیم. آقای علی سلام، هم بیننده اولی که در برنامه تماس گرفته بود و همین فایل صوتی که پخش کردیم میگفتن که بخش قابل توجهی از ثروت ایران خرج در سایر کشورها میشه و خرج مردم ایران نمیشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید مقدار قابل توجه این در حالی خرج میشه این هزینه ها که به مردم ایران هم به همون اندازه توجه میشه یا خیر؟ جناب اجازه بده من به حافظه تاریخ برگردم. سال 57 من یادم همینایی که الان انقلابی خونده میشن شایعه پخش کردن که پول نفت و ضبط در دلار کردن و تقسیم بر ریال در ریال کردن، تقسیم بر ملت کردن. اون موقع 5-6 میلیون بود، به هر نفر روزی 75 شما میرسید. حالا برای مزام شده جمله بهتون بگم، گفتم میرسه. بعد من حساب کردم میگم خانواده 4-5 نفره اینقدر میرسه در روز، خیلی بود 75 شما. بعد اما اوایل قیام که شد مادر پدرم فوت کرد، گفتم که ای بابا یه پول نفت در رفت. اما بعد مدتی که نفت سهمیه بندی شد گفتم خوب شد مرد که بی نفتی نکشید. ببینید قربان، از این که پول مملکت از کجا به دست میاد، ما مردم داریم، ما ملت یا دولت مردان. من متاسفانه دولت مردان یا حاکمان رو مردم انتخاب میکنن و اونا به اصطلاح به عنوان مدیر و مدبر جامعه و تنظیم کننده جامعه هستن که حقوقشون رو، یعنی به اینا که مسئولین مورد سوال قرار بگیرن، حقوقشون از مردم میگیرن. ولی مردم به ازای کاری که انجام میدن، تخصصی که انجام میدن، حقوق میگیرن. اما این منابع ملی، این اختلاسات رانتایی که میشه از طریق کجاست؟ ببین ایران یک کشور خیلی غنیه. همین ترکیه که من هستم همشون اکثرا مردم میگن که شما به زبان خودشون میگن شما زنگین هستین ایران، یعنی کشور بسیار غنی هستین، منابع ملی دارین، هر جا رو بکنین نفت در میاد. خب دیگه نمیدونن که این پول نفت ما، منابع ملی ما، این چیزایی که باید تعدیل بشه در داخل و به ملت برسه، تعدیل بشه، نه که حقوق بهشون بدن، پول بهشون بدن، بیان ارقام لوازمات یا به اصطلاح خوراکی که مثل نان و امثال اینا چیز میشه باید تعدیل کنن. متاسفانه چیکار میکنن؟ میدن به یمن، میدن به کجا؟ به سوریه. ببینید 7 سال خوردی سوریه جنگید آیا صادراتی داشت؟ شما همین الان این دوستانی که میخوام صحبت کنن بیان بگن که پول ملی سوریه الان بیشتر از ماست یا نه؟ پول عراق که ما بهش کمک میکنیم و اعلام میکنیم، افتخار میکنیم، بیشتر از ماست ارزش پولیش یا نه؟ ببینید، و حدود چند میلیون متاسفانه حزب الله لبنان این پولا به اونجا میده و این رانتایی که خودشون اعلام میکنن میلیارد باور کنید من صفرا چی نمیتونم بشمارم. شما این صفرا رو بگیرین، حالا به قول قدیمی ها تقسیم بر ملت کنید، به ملت چقدر خواهد رسید اگه قرار تقسیم بشه. خیلی ممنونم آقای علی که همراه ما بودیم. با آقای مهرداد از رشت صحبت میکنیم. آقای مهرداد سلام، شما چی فکر میکنید؟ درود، وقت بخیر، خسته نباشید. متشکرم. عرض شود که الان ما روزی چند وعده دروغ فقط تحویل مردم میدن. روحانی طوری رفتار میکنه که انگار یه عده بیمار افسرده
برایشون درست سخن نمیزنه، مرتب نشاط و صحبت میکنه و از امید صحبت میکنه، از اون طرف هم با گرانی و تورم از خجالت مردم در میاد و چرخه اقتصادی ایران هم که به همت آمارسازان دروغین در حال گردشه. و اصلا که سهم ما از انقلاب، از توسعه انقلاب، فقر، بیکاری، فحشا، فقر فزاینده، اعتیاد و سهم ما از انقلاب اسلام رادیکال، جوانان دینستیز، سهم ما از اختلاف‌ها، مدیریت اقتصادی، عدم آزادی بیان، آزادی حجاب، پوشش اجباری و سهم مسئولین چیه در عوض؟ سهم مسئولین عروسی لاکچری در بهترین هتل‌های آمریکا، اقامت فرزندان مسئولین نظام، خودشان حالا بهتر می‌دونید و دونجان وقت ندیم نام ببریم. سهم لاریجانی‌ها از لاریجانی‌های یهودی تبار، از چپاول قارت ایران توسط برادران و چیزی هم کم نداشتم واقعا از چپاول و قارت کردید، تامین مالی تروریست، هزینه گزاف نظامی و و غیره سهم ما میشه. خیلی ممنونم آقای مهرزاد. فقط با ذکر این نکته که تبار و نژاد هر فردی نه واجد ارزش نه نکته منفی است، حالا به فرض صحت. با آقای مهران از خوزستان میخوایم صحبت کنیم، از یکی از مناطق که قاعدتاً اگر این همه تأکید روی درآمد نفتی ایران وجود داره باید جزو مناطق برخوردار و مرفه ایران باشه. اما بشنویم ببینیم که آقای مهران چی میگن، آیا مردم خوزستان از درآمد و منابع نفتی ایران بهره مند میشن یا نه. آقای مهران سلام بفرمایید. آقای سمدگی درود بر شما. دیروز خب نذاشتیم ما صحبت کنیم، صدامونو قطع کردیم. دیروز عرض کردم، حالا فقط یه بارم میگم برای همه بینندگان، وقتی که صدای تلویزیونتون بلند باشه ما صدای شما رو نمیتونیم درست داشته باشیم، به خاطر اختلال تلفنی ناچاریم که تماس رو قطع بکنیم، ولی الان کاملا مناسبه، بفرمایید. ما پشت خونمون 16 تا 4 نفته میانگیر، میانگیرش که با کارکنان اونجا صحبت میکردم رو میانگیرش روزانه 300 هزار بشکه نفت میده. به سال تو 4 نفت تو مکسلیمونه اصلا به شمارش نیاد، یک از زیادن دیگه به شمارش نیاد. مردم ایران موقعی که به حقشون میرسه که باطنشون مثل قیافه انسان داشته باشه، موقع وقتی انسانی یک میده غیرت. آقا انسانی وقتی فکر کنی به حقت میرسی. من پدر من 87 سالش، اگر آقای سمد بگی بهت میگم گوش شاد میگی دروغ میگی. پدر من 53 سال برای شرکت نفت کار کرد. ازش پرسیدم گفت ما کار نمی کردیم، ما تفریح می کردیم. اون موقع حقوقشون 15 روز حقوق می دادن، بعد پاداش رو پاداش می دادن. ولی مردم و حقشون چیه؟ حقشون زندانه، حقشون قبرستونه، حقشون بیمارستانه، حقشون که دخترامو به فروش. 1313 مال چند سال پیشه رضا شاه چی گفت وقتی رفت ترکیه؟ چی گذاشتن در اختیارش؟ گفته اگر تو بیای کشور من دختر، یعنی دختران ایران دختران خودش این کرد. ما موقعی که پدرمون از ایران رفت اون موقع یتیم شدیم. این 40 سال که جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه از دارایی شاهنشاهه. مثلا که شاهنشاه نگاه کن دریایی که نفت و گازش که اون موقع فناوری قوی نبی که تو عمق بره اون حوزن خریده. بله ممنونم آقای مهران از خوزستان که در برنامه شرکت کرد. یک کامنت فقط بخونم، باز فایل صوتی داریم. بیننده و ما نوشته که منابع ایران در دست خانواده و اطرافیان رهبر، سپاه، مراکز مذهبی و بازاریانی است که در انقلاب شریک بودن. این در واقع محتوای مشترکیه که خیلی ها بهش اشاره کردن، یا به همه اینها یا به تعدادی از اونها. فایل صوتی رو با هم بشنویم. فکر نمی کنم ما سهمی داشتیم تو این 40 سال.
نداشتیم و نداریم تا زمانی که به این وضع باشه. سهم ما بدبختی و نخوردن و نپوشیدن و فحشا بوده، بی خانمانی بوده، بیکاری جوونا بوده، بچه های کار بوده، دور بودن جوونا از ازدواج بوده و طلاق های ثانیه ای. سهم ما کجا میره؟ سهم ما میره برای بچه های سرانمون که در خارج از کشور مثل اروپا و امریکا راحت ترین زندگی رو بکنن. و کجا میره بقیهش؟ میره مثل یمن و سوریه و لبنان و بابا سهممون کجا؟ سهممون ایناست. ولی چرا باید اینجوری بشه؟ چرا باید ما هیچی از سهممون نداشته باشیم؟ من متاسفم برای خودم، گاهی اوقات میگم برای خودم متاسفم که توی همچین مملکتی دارم زندگی میکنم که هیچ سهمی از هیچی ندارم، نه از ذخایرمون، نه از هیچی هیچی. آقای آریا از ایرلند همراه ما هستن. آقای آریا سلام، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا سهمی که هر شهروند ایران از منابع و منافع کشور داره در اختیارش قرار میگیره یا خیر؟ درود بر شما آقا بهروز. درود، بفرمایید. الو، بفرمایید آقای آریا. من توصیه میکنم به مردم ایران که اون سخنرانی اول آقای خمینی توی بهشت زهرا اونو گوش کنن. جواب همه مردم ایران رو همون روز آقای خمینی داده. ما اون روز حالیمون نبود، داغ بودیم، حالیمون نبود که چه خبره. آقای خمینی فتوای چاپیدن مردم رو همون روز داد به این آخوندهای دور و بر. دقیقا این کلام رو گفت. من اونجا نشسته بودم و گوش میکردم. گفت این مملکت از غنایم اسلام است که به دست ما رسیده است و من امر میکنم که به فقرا بدن. ما اونجا نشسته بودیم فهم میکردیم فقرا ما رو میگه، که نشسته بودیم اونجا. ولی ایشون فقرا همون آخوندهایی که بغلش بودن و باهاش بودن اونا رو میگفت. چون این آخوندها پیش از انقلاب همه گدا بودن، ما خودمون میدونیم دیگه، نون نداشتن بخورن. باور کنید، باور کنید، نون سنگک دونه 4000 بود، یعنی 4 ریال. اینا نداشتن 4000 یه نون سنگک بخرن. بعد الان به این ثروت‌های میلیاردی و هزاران میلیاردی و اینا آقای خمینی اون روز فتواشو داد. بله. خرابدن همون فقط نشونم داد. این آقای ناطق نوری بغلش نشسته بود. همه اونا رو هم نشون داد. متشکرم آقای آریا. آقای آریا در واقع اشاره تاریخی داشتند و گفتند که از ابتدای جمهوری اسلامی رویه بر همین بوده. اما ما میخواییم با آقای بیات از تهران هم صحبت بکنیم. آقای بیات سلام، شما چی فکر میکنید؟ بلجان سلام عرض میکنم، حالتون خوبه؟ آقا ما از ایران هیچ سهمی نداریم، نه از معدنمون داریم، نه از مخازنمون داریم، از هیچیمون سهم نداریم. من یادمه خدا بیامرزش ها یکی داشتش داره با قاشق برنج رو میخوره، این تمونده برنج از زیر قاشقش میخوره، ملت بالاخره سیر میشدن. اما اینا اجازه نمیدن، اصلا رو هوا بک و فامیلاشون میزنن این چیزو، تمونده قاشق رو نمیذارن به ایران برسه. ولی مگه اگه ایرانی بخواد سهم ایرانی رو بخواد، مثلا باید حتی اقل همه میلیاردر باشد، چون واقعا معادن محضن کم نداریم. بله، خیلی ممنون آقای بیات. به نیمه برنامه رسیدیم، یه فایل صوتی دیگه رو با هم گوش خواهیم داد و بعد برمیگردیم برنامه رو با تماسای شما، حالا چه از طریق تلفن و چه از طریق اسکایپ، ادامه خواهیم داد. متاسفانه ما هیچ سهمی نداریم. تو این کشور من یه طوریه که انگار یه عده مالک این میهن من هستن، من هم جلوگان اینا هستم. چرا این سهم من بس کجاست؟ این سهم من میره برای بقای رژیم. بقای رژیم هم
خارج از کشور بیگانه است، میره امثال حزب الله و حماس و نمیدانم اون تروریستای بعضی ها هستن لبنان و فلسطین و اینا چه رژیم رو میخوان نگردارن، برای بقای رژیم برای اینا میره خرج میشه. به آقای محسن از نیشابور سلام میکنم. آقای محسن، تا اینجا همه بینندگانی که شرکت کرده بودن یا اونهایی که فایل صوتی فرستاده بودن معتقد بودن که به سهم خودشون نرسیدن. تعداد زیادی هم میگفتن که این منابع و منافع رو جمهوری اسلامی یا خرج کسانی که از خودی ها میکنه، اونهایی که در قدرت هستن یا در کشورهای دیگه خرج میکنه. شما چی فکر میکنید؟ من هم اعتقاد دارم ایران کشور ثروتمندیه و من هم به اون سهمی که باید میرسیدم نرسیدم، که البته موانعی وجود داشته که هم داخلی هم خارجی، ولی بحث سر اینه که خب من از حقم نمیگذرم در نهایت و آل این حقم رو خواهم گرفت هر موقعی که باشه، ولی نه به حقم نرسیدم، منم نرسیدم. بله، فکر میکنید که حالا گفتید هم عوامل داخلی داره هم خارجی، منتها شما به عنوان یک شهروند چجوری میتونید این سهمتون رو مطالبه بکنید؟ دورنمای آیندهتون چیه برای اینکه به اون سهم و جایگاه خودتون برسید؟ ببینید، قطع نظر از اینکه هر کسی چطوری فکر میکنه، وقتی کسی میره رأی میده یعنی یک حکومت رو قبول داره. بنابراین باید لزوما اینجوری نیست. آقای خامنه ای گفتن که اگر حتی نظام رو قبول ندارید بیاید و در انتخابات شرکت کنید. خب شما میگید که هر کی رأی میده یعنی که نظام قبول داره. خب وقتی که رأی میدن خودشون یعنی یک چیز کلیه که میرن. آقای خامنه ای شاید از این ترفند استفاده کرده، اونا باید گول این ترفند رو بخورن دیگه. احتمالاً گول خوردن که آدمی رو که دارای مقام اخلاقی و دینی و معنوی خیلی والا معرفی میکنن، احتمالاً گول خوردن گفتن این آدم دروغ نمیگه، ولی مثل اینکه اینطور که شما میگید که آدم دروغگویی است. من همچین چیزی نگفتم، من میگم که بر فرضی که ایشون اینطوری بگه، مردم هر کسی رو که برن رأی بدن یعنی قبول دارن. این یک چیز کلیه دیگه. نه، معنی رأی این نیست. گاهی اوقات آدم ها فقط برای یک تغییر کوچیک وقتی که مستصل میشن میرن رأی میدن و به این معنا نیستش که اون سیستم رو کامل قبول دارن، اون آدم رو قبول دارن، اون آدم رو بی‌نقص میدونن. نه، میخوان یه تغییر کوچیکی شاید فکر میکنن از اون طریق ایجاد میشه. خیلی خب، پس به همون هم عمل کنن دیگه، بر راه دیگه پس شاید وجود نداره. بله، پس شما این راه رو در نظر دارید تا به سهم خودتون برسید. ممنونم از شما. آقای عبدالصمد از آلمان همراه ما هستند و خب معمولا نظراتشون هم جنجالی میشه در این برنامه. آقای عبدالصمد سلام، شما فکر میکنید که سهم مردم ایران پرداخت شده از اون چیزی که صاحبش هستن، اون منابع و منافعی که ایران داره؟ سلام علیکم. عرض حضور، شکر خدا تا به امروز در کشور اسلامی ما یک نفر از گرسنگی نمرده. در ضمن این مال دنیا که این همه خیلی متاسفانه حرصش رو میزنن، ببینید مال دنیا به قول ما آیه و روایت داریم که میگه این دنیا جهنم فقرا و بهشت کافرات. هر چقدر مال دنیا تو دستمون در این دنیا بیشتر باشه، بیشتر امکان لغزش هست، امکان گناه هست و روز قیامت مشکلاتمون بیشتر میشه. در سوال جوابها، در شب اول قبر، در روی پل صراط، حتی رفتنمون از رد شدنمون از پل صراط بیشتر میشه. پس مال دنیا نباید حرص مال دنیا رو بخوریم. بحث حرص مال دنیا نیست، بحث حداقل های زندگی. الان تعداد زیادی از مردم ایران دنبال حداقل های زندگی هستن، دنبال سیر کردن شکم خودشون هستن، دنبال جمع کردن حداقل پولی هستن که بتونن فرزندشون به مدرسه بفرستن. خب میدونید که الان، ببینید از اول انقلاب 8 سال جنگ تحمیلی رو به ما این امپریالیسم آمریکا و غرب کافر، به خصوص صهیونیست‌های کافر به ما تحمیل کردن. 10 سال ما در تحریم بودیم، از دیروز دوباره تحریم شدیدتر شروع شده. ببینید، کافرها همیشه از ما، کشور مسلمان و شیعه امام زمانی همیشه
ترس داشتن میخوان که ما در بحران بمونیم، در صورتی که ما درآمدهای نفتی و گازیمون بسیار بسیار بالاست. حالا این همه کشور مسلمان تو دنیا وجود داره، چرا این مشکلات نداره؟ فقط ایران این مشکلات داره؟ فکر نمی‌کنید سران جمهوری اسلامی مشکل دارن که اینطوری با دنیا میجنگن و سر ناسازگاری دارن؟ برای اینکه سران خیلی از کشورهای اسلامی، اولا حکومتشون اسلامی نیست، مثلا مصر یا ترکیه اینا هم اسلامیه ولی حکومتشون که اسلامی نیست، اونا حکومتشون لائیکه، یعنی یه چیز بین کافر و اسلامه. حالا نمیخوام خیلی بس چیز شد، بر فرض که میگید فقط حکومت اسلامی در ایرانه، آیا در حکومت اسلامی اون چیزی که مردم باید بهش برسن فقر و گرسنگی و مشکل و دربدری و بدبختی است یا نه؟ چون اونجوری که من شنیدم لااقل حکومت اسلامی حکومت خیلی سعادتمندیه، مردم در رفاه و امنیت و آسایش زندگی میکنن بلا استثناء. ولی همونجوری که عرض کردم دشمنان اسلام اصلا امکان این زندگی انسانی و با رفاه رو به ما نمیدن، ندادن تا آخه آقای خمینی که میگفتش که ما اصلا نیاز به هیچ کی نداریم و هیچ کی هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، بعد چجوری حالا دشمنان مقصر شدن؟ ایشون حتی اونم گفتن که ما برای خربوزه و برای شکم انقلاب نکردیم، انقلاب ما برای اسلام بوده عزیز. زندگی ابدی ما بعد از مرگ در روز قیامت، این دنیای فانی گذشت. بد نیست آقای آریا هم اشاره کردن به وعده‌های خمینی، شما هم اشاره کردید یه ویدئویی از آقای خمینی ببینیم. آقای خمینی خیلی وعده ها میداد و اتفاقا منتقد بود و مدعی بود که مردم ایران در فقر به سر میبرن و ما برای همه فقرا و ضعفا خونه میسازیم، همشون رو سعادتمند میکنیم، تازه دلخوش به این مقدار هم نباشید که آب و برق مجانی میدیم، دلخوش نباشید که کلی امکانات میدیم، از این هم فراتر میریم. اون ویدئو اگر آماده باشه میتونیم اینو با هم ببینیم، بعد فرصت رو به شما بینندگان عزیز خواهیم داد. مسکن ساخته بشد، سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. تمام کمیته‌هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفم که اون چه به دست آمد از مخازن ایران، هر چی که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع اونها بردند و مخفی کردند، اونها را که به دست آمده است به بانکی که شمارش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند، که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازند، هم زندگی اونها را مرفه کنند. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. این مقدار وقتمون گرفته شد، خیلی سریع و بی مقدمه بریم سراغ تماس. آقای جعفری از تهران سلام، نظر شما رو بشنویم. درود در شما بهروز. اول از اینکه یه تشکر ویژه دارم از شما که توی آمریکا هستی با این همه فاصله
صدای مردم ایران رو پخش میکنی. از اون وقت ما که تو داخل کشور هستیم تلویزیونی که مال ماست به قول خودشون صدا سیمای ملیه هیچ جور حرف ما رو پخش نمیکنن. خدا رو شکر، خدا رو شکر بعد آقای عبدالصمد نوبت من شد. امثال حرفای آقای عبدالصمد و آقای روحانی هم میزنه، آقای خامنه ای هم میزنه. آقای صمد بگی عزیز، توی ایران کسی که کف دستش پینه داره هیچ سهمی از سفره انقلاب نداره، ولی کسی که پیشونیش با مهر سوخته شده به قول خودشون کربلا پینه بسته، اینا از سفره انقلاب سهم دارن. انقدر هم پر رو هستن که دختر صفدر حسینی میاد توی مجلس میگه ما سهممون رو از سفره انقلاب برداشتیم. یه ماشینی که چه سایپا چه ایران خودرو تولید میکنه همه ارگانا دارن پول میگیرن، حتی سازمان آموزش و پرورش. از اون ور به قول خودشون مجانیه، میایم ما باید بریم پول بدیم. اینایی که آقای خمینی هم که خدا رو شکر با دروغ و فریب با حیله، مردم ایران هم یه مردمی هستن زود باور و تنبل، به هوای آب برق مجانی و به هوای مسکن رفتن ریختن تو خیابون. آقای سعد بگی امروزی که ما داریم میبینیم مقام انسانیت بهمون داد یا شرمندگی، خفت، خاری، جلوی زن، بچه، فک، فامی، هیچ فرقی نداره، تو خیابون جرأت نمیکنی را بری. امروز توی این مملکت کسایی از انقلاب سهم دارن که یا وابستگان آقای خامنه ای هستن یا آقای روحانی که یعنی تک تک بخواید اسم ببرم واسه تون اسم میبرم، با کارهایی که کردن، با پولایی که این مملکت برداشتن بردن. بله ممنونم آقای جعفری، ببخشید مقدار از حد معمولم فرصتمون کمتره. با آقای سعید از کرج میخوایم صحبت کنیم. آقای سعید سلام، نظر شما رو میشنویم. سلام به روی صمد بگی، از معنویت چی میشه؟ آقای سعید من دو تا صدا رو با هم میشنوم، اگر صدای آقای سعید رو داشته باشی ممنون میشم. سلام، بفرمایید. درود به روز جان. این صدای آقای صمد بگی بود، آقای چیز بود، عبدالصمد بود که هنوز مثل اینکه رو خط باقی مونده بود. بله بله، چون از طرفدارای پرپاقورس برنامه ما هستن. بله بنده هم از طرفدارای خیلی پرپاقورس ایشون هستم و لازمه که همین الان اول برنامه در رابطه با همین سهم و همه مسائلی که الان میخوام صحبت کنم بگم که این آقای عبدالصمد مدل مینیمال تفکر حکومت خامنه ایه. یعنی دقیقا شما همین آقا رو مینیمال شده بستش بدیم به سیستم حکومت که در مورد مردم چه فکری میکنن. و خب ایشون هم الان گروه های سهم مردم رو داره میخوره. این اولین مسئله. اجازه بدین در رابطه با این مسئله من یه مقدار رجعت بدم به گذشته تا دوستان جوانی که الان پای خط شما هستن. از من 54 ساله که کهنه سرباز جنگم و از این انقلاب تیر و ترکشش واسه من نصیب شد و یوراهاش نصیب عبدالصمد شد. ولی در سال 56 من یک نوجوان 16 ساله بودم، هنرجوی دانشسرای هنر تهران. من ماهی 350 تومان کمک هزینه تحصیل به اضافه پوشاک، کت و شلوار رایگان، حتی برای یک مداد اتود هم ما پول نمیدادیم به روز جان. همش برای ما صرف میشد. این سهم ما بود از نفتی که اون موقع تازه شروع شده بود. بعد همین ملتی که خام بودن میگفتن پول نفت ما کجا رفته. من مادری داشتم که سواد نداشت ولی به راحتی برگشت به ما گفتش که پسرم همون پول نفت همینیه که تو الان داری میگیری، در حالی که استادت حقوقش 900 تومن تو 350 تومن داری میگیری. الان دانشجویان و هنر ما بدبختا چی میکشن؟ یعنی باید به هزینه های میلیونی بکنن تا بتونن مثلا مسائل نقاشی و تشکیلات اینا رو بکشن. اینو در رابطه با جوونامون گفتن. برمیگردیم به سالهای اول انقلاب، زمانی که حکومت بنی صدر بود و هنوز این باندهای فساد و به قول معروف اینا نبودن. خب بله بنی صدر طرحهایی داد، یه عده از مردم خونه دار شدن، تونستن خونه دار بشن و واقعا هم فسادی در حد فسادهای مالی نبود در اون زمان. در دوران آقای موسوی جنگ بود و هنوز این آقایون
بدنه نظام سپاه پاسداران نبود و خیلی راحت به صورت توی جنگ بودن، بچه مخلصاشون که تو جنگ بودن و تو جنگ هم شهید شدن. ممنون. کمی خورده با سرعت بیشتر برسیم به وضعیت فعلی و جمع‌بندی کنیم. نکرات ها و اونجا بود که بدنه سپاه تشکیل شد و خب راندخاری از خانواده خود هاشمی شروع شد و به همین ترتیب اومد جلو. ما در دوره آقای احمدی نژاد، خلق الله همه میدونن، در 8 سال ایشون ما معادل ریالی دلاری از زمان استخراج تا روز حکومت ایشون مساوی اون نفروخته بودیم. خب 8 سال معادل 35 سال، این کجا رفت؟ چی شد؟ سهم مردم کجا بود؟ سهم مردم صفر مطلق بود. به روز جان تیرو ترکش و به قول معروف اعدام بود. از زمان ما هم که تیرو ترکشش مال ما بود، عبدالصمد هم که اون موقع نبودن. ولی دیگه در دوله آقای روحانی، آقای روحانی کسیه که با مکفارلین و نمیدونم امثال هم شروع کرد گفتگو کردن، یک پروپاگانداییست مطلقه و طوریه که خودش هم الان میدونه کاملا. الان دیگه سیستم دست حکومت با یک بدنه مثلثی که اون دفعه هم خدمت عرض کردم، بله، وحید مجتبی و آقای خامنه ای. متشکرم آقای سعید، ارجاع شما رو فکر میکنم بینندگان ثابت برنامه ما میدونن در بحث قبلی که داشتید. من ناچارم چون میخوام هم فایل صوتی گوش بدیم هم به سایر تماسا برسیم صحبت شما رو قطع کنم. فایل صوتی با هم بشنویم بعد برمیگردیم. سهم مردم از سفره انقلاب فقط سطح‌های زباله بود و کمک‌های ناچیز کمیته امداد. در کل این وسط در طول این 40 سال یه عده تازه به دوران رسیده نفع بسیار خوبی کردن. یه عده قلچماق و قلطاق که وارد سپاه و بسیج و مذهب شدن، اینها بسیار سود خوبی کردن و توی چپاولگری ایران مسابقه گذاشتنه. می‌بینین که از همه لحاظ دارن چپاول میکنن، ثروت به دست میارن، از لحاظ خاک، از لحاظ آب هدر رفتن و سرمایه های آب و اینکه خاکمون رو میفروشن، نفتمون رو میفروشن، تمام امکانات، تمام هستی و نیستی این مملکت رو دارن چپاول میکنن و مسابقه خیلی بزرگی گذاشتنه و هیچ کدام به هیچ کدام فرصت نمیدن. لیست تماس ها خیلی خیلی زیاده، یعنی واقعا خیلی بیشتر از شب های دیگه. من ناچارم به هر بیننده 1 دقیقه وقت بدم و دیگه سوال رو هم تکرار نمی کنم. آقای علیرضا از مشهد سلام بفرمایید. آقای صمدی، من یه مقاله کوتاه نوشتم، سریع خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ثروت مملکت ما کجاست؟ چرا مردم ایران هر روز فقیرتر از دیروز می‌شوند؟ برای پاسخ این سوال ما اتفاقی که در 40 سال اخیر اتفاق افتاده رو مرور کوتاه انجام بدیم. انقلاب اسلامی مارکسیستی سال 57 در شرایطی به پیروزی رسید که ایران در شرایط بسیار خوب از لحاظ اقتصادی و نظامی بود. ایران نفت خودش رو به بالاترین قیمت و بیشترین تولید در روز به فروش می‌رسوند و از لحاظ نظامی هم جزو قدرت‌های بالا در منطقه خاورمیانه بود و در حال باز شدن دریچه‌های تمدن نوین و گذر از جهان سومی بود. با شکل‌گیری انقلاب اولین سرمایه‌ای که از دست میره زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی مملکته، چون اگه بخواد هر مملکتی به رشد برسه باید از لحاظ قدرت اقتصادی و قدرت نظامی شرایط خوبی داشته باشه که انقلاب این روند رو کاست و کلی از سرمایه‌های ملی که زیرساخت‌های ما بودن رو به هدر داد با شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی. هدف انقلابی اونم با این شعارهای این بود که کشور رو به سوی رشد ببرد. اما آیا واقعا با قطع رابطه با شرق و غرب به این رشد خواهیم رسید؟ انقلابیون میگفتن که ایران شده مستعمره آمریکا و ژاندارم منطقه است، در صورتی که ما متحد آمریکا بودیم و از لحاظ نظامی در شرایط خوبی بودیم که ما رو به سمت رشد جهانی سوق میداد، که با انقلاب این مسیر به انحراف کشیده شد. مسئولین جمهوری اسلامی اما این روند رو ادامه دادن به شیوه خودشون. روششون چی بود؟ اینکه ما بشیم مستعمره روسیه و قدرت خودشون از لحاظ نظامی افزایش بدن. اما تفاوت در اینجا بود که ما رابطه خودمون رو با جهان قطع کردیم از لحاظ دیپلماسی و شرایط برای ما جوری شد که شد این تروریسم اول در منطقه. ممنونم آقای علیرضا، من ناچارم صحبت شما رو قطع کنم. ممنونم از متنی که آماده کرده بودید و سرعتی که به خرج دادید. آقای جهان از کرج سلام، نظر شما رو بشنویم. با سلام خدمت شما آقا بهروز و دست اندرکاران که واقعا یه نعمتیه
بودن شما اونجا برای ما که صدای ما رو به گوش هموطنامون میرسونیم، واقعا این خودش برای ما یه ثروت، یه سهمه. میدونین حق گرفتنیه، حق دادنی نیست. حقی که اینا میدن همون 45 تومنه که میگن خلایق هرچی لایق. اینا لایق ما همین 45 تومن میدونن. خدمت شما این آقای عبدالصمد هم که مثل این که زیاد پای منبر میشینن، همون بره پای منبرش بشینه خیلی بهتره، وقت مردم هم نگیره. خدمت شما سهم ما همین 45 تومنه. من برای گرفتن سهمم از 15 سال پیش خدمت شما از رادیو فردا گوش میکردم، هر جا تظاهراتی بود سر و صدایی بود خودم رو میرسوندم، ولی متاسفانه اونجا شاهد خیلی چیزای ناجور میشدم. مردم میومدن اونجا تماشا، انگار که سیرک بردن. بدبخت دانشجو، یه سری استادای دانشگاه اونجا جونشون رو گذاشتن وسط به نیت این که مردم خستن صداشون رو به دنیا برسونن، ولی متاسفانه مردم میان اونجا تماشا که اینجوری دانشجوهای ما، استادای ما معلوم نیست تو کدوم زندانان، تو کدوم قبرستونان. خدا صبر بده بهشون. بله ممنونم آقای جهان. در واقع آقای جهان بیشتر تاکیدشون روی بحث پیگیری مطالبات و سهم بود و اینکه حق گرفتنیست، ندادنیست. سری میخوایم به اسکایپ بزنیم، از عراق آقای امید همراه ما هستن. آقای امید سلام، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من از هرات نیستم، عراقم، استان مرکزی. بله عراق که والا ما بله ما سهمی که نداریم هیچی، اون چیزی هم که خودمون داشتیم ازمون گرفتن. یارانه هامون رو قطع کردن، از اون طرف زمینی کشاورزی داشتیم، چای آب داشتیم، اومدن به زور ریختن چای آب رو پر کردن و باشون درگیر شدیم که فایده ای نداشت. و از اون طرف تو این پایگاه سپاه میری نگاه میکنی چاه زدن، چاهای عمیق، هیچ کس هم نیست که بیاد بگه آقا شما برای چی داری این کار میکنی؟ نه نیرو انتظامی راه میدن، نه اداره آب، واقعا قلدرن، اصلا هیچ کس نمیتونه بهشون زوری بگه. بله ممنونم آقای امید از عراق. امشب فهرست اسکایپمون خیلی بلند بالاست، میخوایم آقای علی از تبریز هم صحبت کنیم که از طریق اسکایپ تماس گرفتن. سلام، ممنون میشم شما نظرتون خلاصه بفرمایید. الو، بفرمایید آقای علی. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. به نظر من از ثروت ایران تمام ایرانی ها سهم دارن. هر ایرانی که اصالتش بر ایران هست باید از ثروت منابع ایرانی منفعت و نفع ببره. فرقی نمی کنه که این ایرانی چه جناح سیاسی باشه. به نظر من سلطنت طلبا، سازمان مجاهدین، همه اینایی که حتی گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستن از منابع و ثروت ایران حق دارن. به نظر من به همان مقداری که خانم مریم رجبی از منابع ایران سهم داره، آقای رضا پهلوی هم سهم داره، همچنین همه ایرانی. اونا رو اجازه بدید خودشون دنبال سهمشون باشن. شما به عنوان یک ایرانی به سهمتون رسیدید، میرسید؟ من واقعا به دنبال سهم سازمان مجاهدین هستم، چون واقعا سهم اونا خیلی ضایع شده در ایران. ولی اینکه شما واقعا به این مسئله نمیپردازید واقعا جای گلایه داره. اگر بحث خبری باشه، تقاضایی باشه، حتما این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. شما هم که اومدید صحبتتون رو کردید، ممنون از شما. آقای محمد از آذربایجان به شما سلام میکنم، بفرمایید. الو، بفرمایید آقای محمد. سلام آقای صمدبگی. سلام، بفرمایید. انشالله. متشکرم، بفرمایید. آقا خیلی خوشحال شدم که تو این صف انتظار خلاصه یه نوبتی هم به ما رسید. ببخشید طولانی شد، فرصتمون هم کمه، صحبت شما رو میشنویم. چش چش آقای صمدبگی، خلاصه کلام، مخلص کلام باید بگم دیگه، کل ثروت ایران چهار قسمته: آقایون سپاهی، سران و آقازاده، کشورهای عرب منطقه که همون جنگ داخلیش و ایران باعث میشه، بعدش هم میاد چی، هزینه بازسازی جنگش هم دوباره تقبل میکنه، همین عراقش باشه، سوریهش باشه، یمنش باشه، اردنش باشه، همه چی. و تا اون چیسه یه 500 تومنی میمونه که مال چیه؟ مستمندایی که به قول آقای خمینی دلخوش نباشید که ما براتون مسکن میسازیم، مسکن رو میان میسازن و
مون تو آخرش میگن آقا چی اینو 8 سال ما باید بتونده ما میدادیم باید بدیدی بعدش هم حالا دوبه میشم آقا این سپاهی ها هم مثلا اون زمینیش باشه تا اون چی قدسش باشه کمترین ماشین رو میرونن الوت و دیگه آزرای خلاصه تولید ملی هم نیست ولی هی میگن از تولید ملی چی دفاع بکنید بعدش هم همین آقای عبدالصمد الان چطور شده این آقا تو آلمان چی کار میکنه تو این هفته های قبل من یادمه چون همیشه برنامه تون رو کلن دنبال میکنم گفت همسرای من همشون مسلمون هستن این آقا درآمدش چند یوروه که همسرها هم داره آقای صمد بگیرم ممنونم آقای محمد از آذربایجان ممنون از همراهی شما من میخواستم فایل صوتی پخش کنم دو تا هم فایل صوتی حداقل آماده بود ولی از همکارانم خواهش میکنم که اجازه بدن از اون صرف نظر کنیم به تماس ها بپردازیم در اسکایپ آقای شهرام از تهران همراه ما هستن آقای شهرام سلام ممنون میشم خلاصه بفرمایید آقای شهرام رو داریم با درود خسته نباشید بفرمایید آقای شهرام خسته نباشید عرضم وجود ببین جمهوری اسلامی متخصص تنش تو منطقه است ببین اگه می‌خواست مشکل حل شه همین دو روز پیش 13 آبان میتونست کلید سفارت آمریکا رو بده به آمریکا بگه ما غلط کردیم اشتباه کردیم گروگانگیری هم کردیم گروگانا رو تحویل دادیم سفارت رو به خودت برمیگردونیم یا همین 8 سال دفاع مقدس رو ایران به عراق تحمیل کرد نه عراق به ایران ایران باعث شد کانتراکت بشه صدام حمله کنه منظور به اینه حکومت ایران دوست داره تنش ایجاد کنه اگه این تنش هم تموم شه یه تنش جدید چون کشور ایران رو گروگان گرفته خیلی کشورها هم شاید دوست دارن این حکومت رو خیلی ممنون وقتتون گرفتم متشکرم از شما آقای رحیمی از ترکیه هم همراه ما هستن آقای رحیمی سلام بفرمایید آقای رحیمی اگه صدای من دارید بفرمایید سلام قربان سلام خسته نباشی متشکرم ببخشید انتظار طولانی شد فرصت کمه بفرمایید خیلی سریع صحبت متموم میکنم خدا رو به سر شاهد میگیرم به مقدسات عالم قسم تمام هوادارای جمهوری اسلامی و دشمنای آمریکا الان منتظر این هستن که دموکرات ها در آمریکا رأی دارن امیدوارم همچی اتفاقی نیفته شگرد روحانیت اینه اول مظلوم نمایی میکنه بعد فریبت میده و بعد میکشته حرفی که خمینی زد این بودش که تو یکی از سخنرانیاش چی گفت؟ گفتش که اگر اوقاف رو بینین دست من ما این مملکت رو آباد میکنم که همچی چیزی اتفاق نیفتاد تمام مملکت دستش افتاد و مملکت رو نابود کردن رفت این مملکت شده یک مملکت اشرافیت اسلامی یعنی به طور کل اشرافیت اسلامی در ایران برقرار شده توسط خامنه‌ای پول مردم ایران کجاست؟ پول مردم ایران دست مردم یمنه دست سوریه، دست حوثی ها و آقازاده هایی که در اروپا و آمریکا دارن برای خودشون گردش میکنن، تفریح میکنن و زندگی دارن میکنن. خیلی ممنونم آقای رحیمی. من یک عذرخواهی ویژه از آقای ناصر از تهران، آقای رضا از ایران باید بکنم. خیلی منتظر موندن امشب، از تعداد خیلی بالاتر از این هست. آقای احمد از ملایر، خانم فریبا از کرج. فایلای صوتی که نرسیدیم پخش کنیم، کلی کامنت در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی، ببخشید واقعا. اما ممنونیم از همراهی شما، خیلی افتخار میکنیم به همراهی شما. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به ویژه از طریق تلگرام و آیدی تلگرامی سند وی وی. خدا نگهدار شما. این صدای آمریکاست.